میشه ماها یه وقتایی هی وسواس داریم که آقا اینجا یه غلط امضایی نوشتیم، اینجا یه عکسی رو اشتباه گذاشتیم، آیا در فروش تاثیرگذاره؟ یاد بگیرید پولساز باشید بچه ها، خواهشن ذهن شما فقط به دنبال پول باشه، پول کجاست شما کجایی؟ با تغییر سایت، غلط املاییش، عکسش، فروش شما تغییری نمیکنه. تا زمانی که فکر شما، عقل شما نفهمه مشتری چی میخواد، دغدغش چیه، چجوری نیازاش رو رفع کنم، هیچ اتفاقی برای شما پول در فروشه. گفتم تیم باش، یک تیم سیستم دفاعی رو داره دفاع میکنن، یکی دروازه‌بانه گل نخوره، یکی آفکه، یه سری فوروارد. شما فوروارد عزیز من، شما تیمی هستید که فقط فروش به دست شماست. من نمیتونم جای شما یک نیرو بذارم و بگم این بفروشه. بخش فروش فقط دست کیه؟ و شما هیچ وظیفه دیگه ای ندارید. اینو بفهمید، من اینجا تنها وظیفه‌ای که دارم صحبت کنم با شما عمومی خصوصی، هیچ وظیفه دیگه ای ندارم. نقش من فقط همینه، کولر خراب بشه، برق بره، بیاد، شام خراب بشه، به من ربطی؟ شما تو کارتون باید یاد بگیرید که آقا این قسمت فقط گل زدن دست شماست، فقط باید مشتری پول کنی، بخشای دیگه اصلا ربطی به شما نداره. یاد بگیر فقط تو بخش مشتری باشی. وقتی وظیفه خودت رو بدونی درست عمل می‌کنی، ندونی همیشه در جا می‌ذاری، نمی‌دونی چیکار می‌کنی اصلا. گیر دادی به غلط املایی نیروت. گیر دادی فقط به یه غلط املایی که اصلا ربطی به گل زدن نداره. پس باید جای خودمون رو بدونیم. هرگاه این موضوع رو نفهمیم شکست می‌خوریم.